أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. السلام على مهدي الأمم وجامع الكلم، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. هذا يوم الجمعة وهو يومك باسمك المتوقع فيه ظهورك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني يا مولاي. ثم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أوصيكم وأوصي نفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله. برادران و خواهران، خودم و همه شما را به تقوای الهی دعوت میکنم. در این خطبه میخواهم راجع به شفاعت و مقام شفاعت و اونهایی که امیدوار به شفاعت هستن نکاتی را بیان کنم. اما قبل از اینه که وارد این بحث بشویم، لازم هست که بدانیم که گناهانی را که ما انجام میدهیم به دو نوع تقسیم میشود. یکی گناهان کبیره است و یکی گناهان صغیره. حالا شرح این انشاءالله باشد در هفته های بعد، ولی اونی که به شفاعت بستگی پیدا می کند و ما همه امیدوار هستیم در کدام اینها قرار دارد. لذاست که طبق احادیث و دساتیر ائمه اطهار علیهم السلام فرمودند که شما تلاش کنید که به گناهان کبیره مبتلا نشوید، که خیلی ساده هم هست. خود همین دروغ، خود همین غیبت گناه کبیره است. ما فکر میکنیم اینها گناه صغیره است، که حالا بحثش میآید که علما تقسیم بندی های زیادی دارند، ولی در بعضی از این موارد همه متفق القول هستند. و اگر ما تلاش کنیم که اینها کارهای خیلی ارادی هست و از این گناهان دست برداریم، خداوند گناهان کبیره صغیره انسان را میآموزد. و لذا پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی فرمودند که اگر کسی نماز خود را اهتمام ببرزد، یعنی نماز پنجگانه خود را بخواند و روزه خود را هم بگیرد، یعنی این واجباتی که حداقل هست، خیلی هم از انسان وقت و انرژی نمیگیرد، اینها را انجام بدهد و از گناهان کبیره که حالا عرض میکنیم انشاءالله، از اینها اجتناب بکند، بقیه خطاهای ریز و گناهان صغیره رو خداوند میبخشد. آیه قرآن داریم: ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه. اگر شما از گناهان کبیره اجتناب بکنید، ما اون بقیه رو میبخشیم. اخوانی و اخواتی، اريد ان اشار بهذه الخطبه حول الشفاعه، ولكن قبلها في مقدمه اشار الى تقسيم الذنوب. الذنوب
تنقسم الى قسمين كبيره وصغيره ونعرف هذه الذنوب في المستقبل باذن الله تعالى ولكن اذا تورع الانسان عن الذنوب الكبيره لا يؤاخذ على الصغيره ويعفو الله تبارك وتعالى بفضله عنها كما في سورة النساء قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وأيضا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقسم بالله الذي روحي في قبضة قدرته ما من عبد يصلي الصلاة الواجبة خمس مرات في وقتها ويصوم شهر رمضان المبارك ويبتعد عن الذنوب الكبيرة إلا فتحت بوجهه أبواب الجنة ثم تلا هذه الآية البته این یک نکته را از حدیث من فراموش کردم که در این حدیث فرمودن که نماز فی وقتها این تأکید فرمودن که اونهایی که نماز پنجگانه خود را در وقتش بخوانند که من این را در اون نکته اولی عرض نکردم این وقت خیلی مهم است و بحث شفاعت یک بحثی است که طبق آیات قرآن کریم و احادیث برای همه مسلمانان یک امر مسلم هست اما در چگونگی و کیفیت اون بین مسلمانان اختلاف هست ما خیلی چیزها را نمیخواهد که مقایسه بکنیم با مذاهب دیگر بگیم آیا در قرآن آمده آیا مذاهب دیگر اعتقاد دارد ندارد ما کاری به اونها نداریم روش ما مکتب ما اعتقادات ما خاص هست اگر روش خاص نمی بود مکتب ما مذهب ما خاص نمی بود خب هیچ گونه مذهبی ایجاد نمی شد لذاست مثلا برادران اهل سنت در خمس اعتقادی ندارند میگن خمس غنائم هست ما با اونها کار نداریم اونها راهشان جداست حالا هر رقم این آیه خمس را تعبیر میکنند تعبیر بکنند خب اونها خمس ندهند یا شفاعت را خیلی از برادران اهل سنت به اون معتقد هستند ولی وهابیت کاملا رد میکنند ما با اونها کار نداریم اون چی که ما اعتقاد داریم این هست اون چی که ما امیدوار هستیم این هست الشخص الذي يرتكب الذنب الكبير ثم لا يتوب هو فاسق لا يصح الاقتداء به في الصلاه ولا تقبل شهادته ويستحق العقوبة الإلهية بعد الموت إلا إذا شمله اللطف الإلهي الذي من جملته الشفاعة محمد صلى الله عليه وآله أجمعين كما قال صلى الله عليه وآله وسلم أدخرت شفاعتی لأهل کبائر من امتی خب بفرماین کسی که مرتکب گناهان کبیره بشود مثل که عرض کردیم همین دروغ همین غیبت خودش گناه کبیره است این فاسق هست به تعبیر احادیث اقتدای به اون صحیح نیست یعنی نمیتواند امام جماعت بشود شهادت اون در محکمه و یا غیر محکمه قبول نیست و مستحق عذاب الهی میشود
مگر اینکه لطف خداوند و اهل بیت عصمت و طهارت شامل حال این بشوند و توبه کند و امیدوار به شفاعت باشد. اگر این بحث شفاعت رو ما برداریم دیگه همگی تقریبا حالا همگی نگیم اکثرا مستحق عذاب هستند. ولی این توبه و اون شفاعت و دستگیری اهل بیت عصمت و طهارت ما را امیدوار میکند، وگرنه هیچ چی دیگه بگیم تمام شد. چرا که پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی فرمودن که من شفاعت خود را ذخیره کردم برای اونهایی که گناهان کبیره انجام دادند. خب شاید سوال میکنید که خداوند فرمود که گناهان کبیره انجام ندهید، بعد میگید شفاعت، این چطوری هست؟ بحث این هست، مثل من یک بنده خدایی که گناه کبیره در جهالت ازش سر زده و توبه هم کرده، شبهای جمعه آمده در دعای کمیل خوانده ظلمت نفسی و تجرأت به جهلی، خدایا من به خودم ظلم کردم، این گناهی که انجام دادم به کسی بر نخورده، به خدا بر نمیخوره، این به نفس خودم و از جهالت آمدم این گناهان را مرتکب شدم. لذاست این که این طرف کار را درست کرد، لذا پیامبر گرامی اسلام میفرماید که من بر اینها شفاعتم را نگه داشتم. و قال صلی الله علیه و آله و سلم انما شفاعتی لأهل الكبائر من امتی فاما المحسنون فما علیهم من سبیل. چقدر حدیث عالی است. فرمودند در حدیث دیگر پیامبر گرامی اسلام که شفاعت من برای اونهایی است که گناهان کبیره انجام دادند از امت من، ولی اونهایی که گناه کبیره مرتکب نشدند اصلا نیاز به شفاعت ندارند. آیا می شود؟ بله. خیلی از علما هست، خیلی از عرفا هست که در قدیم هم بوده الان هم هست، اصلا یک غیبت در کل عمر از اونها سر نزده، یک دروغ از زبانشان جاری نشده. اینها هست، اینها دیگه نیاز به شفاعت ندارند طبق نص این حدیث. فاما المحسنون فما علیهم من سبیل، اونها خودشان کار خودشان را درست کردن. لذاست که ما باید یک نکته را توجه بکنیم و اون که شفاعت اهل بیت عصمت و طهارت هم شرط و شروطی دارد، یکی از شروطش توبه است. و این بعضی از بی سوادها که میآیند کلیپ درست میکنند، میگن شما یک قطره اشک برای امام حسین علیه السلام که بریزی تمام گناهانت محو میشه. ما شکی در عزاداری امام حسین علیه السلام و اشک برای اهل بیت عصمت و طهارت و امام حسین علیه السلام و در این ایام به فاطمه زهرا سلام الله علیها نداره، اما اینها باعث نمی شود که ما گناه بکنیم، باعث نمی شود که ما به اصطلاح جرأت گناه بکنیم. این عشق مقدمه توبه است، نه اینکه این عشق فقط همین عشق آمد تمام شد، نه، این عشق یعنی قلب دارد پاک میشه از اون رذائل و از اون پستی ها و از اون جهالت ها و نادانی ها، کم کم جدا میشه و رقیق شده و آماده توبه هست، آماده برگشت هست. که این عمر ما به خاطر همین هست، عمر ما که خداوند عطا فرموده به خاطر همین هست، تا اون لحظه آخر ما فرصت داریم که خودمان را تغییر بدیم. الشفاعت لا ينبغي ان تجرئنا على المعصيه بالاصل لا شك في ان الشفاعه انما هي لان يظهر الله عظمته تبارك وتعالى
و جلالت قدر رسول صلی الله علیه و آله و سلم و الائمه الاطهار علیهم السلام و سائر الشافعین بحيث يتوسل بهم أصحاب الذنوب الكبيرة لعله ببركة شفاعتهم ترتفع درجة أوليائهم. وهذا المطلب واضح ومسلم من القرآن الكريم والأخبار الصحيحة المتواترة التي يدعونا ذكرها للخروج عن وضع الكتاب. الشيء الذي، هذه النقطة مهمة جدا، الشيء الذي يلزم تذكره هو أن الشفاعة لا ينبغي أن تدعونا للجرأة على المعصية أو المصامحة في التوبة. خب بفرمايان كي إن شفاعة أصل مسلم هست که نه تنها پیامبر گرامی اسلام، نه تنها ائمه اطهار، بلکه شهدا، بلکه علما، بلکه اوصیا، حتی می‌فرمایند که در بعضی کتاب‌ها نقل شده که همسران اگر از همدیگر در این دنیا راضی باشند می‌توانند همدیگر را در اون دنیا شفاعت کنند. همسر خیلی خدمت همسرش رو کرده، حالا چی زن چی مرد، یکیش گناهکار هست، حساب کتابش درست نیست، میتواند از خداوند درخواست بکند اگر مؤمن یا مؤمنه باشد برای همسرش. و این رو خداوند برای این قرار داده که عظمت مقام اهل بیت عصمت و طهارت و پیامبر گرامی اسلام و سایر شفعا مثل شهدا، مثل علما، مثل اینها را بیان بکنند. مثل من لا یتوب او یرتکب الذنب بعمل الشفاعه، مثل شرب السم او وضع الید فی فم الافعا بعمل وصول الطبیب والتداوی، وهو عمل على خلاف حکم العقل. اذا لا یقین بعد شرب السم من الوصول إلى الطبيب ووجود الدواء، هذا أولا. وثانيا فإن أثر الدواء ليس قطعيا، فلعل السم قد سرى في دمه وعطل القلب عن عمله. كذلك الذي يرتكب الذنب من أين له اليقين بأنه سيصل الى شفاعت الشافعین بعد الموت مباشره. خیلی نکته اخیر، نکته جالبی است این در اخیر این خطبه خدمت شما به عرض برسانم، و اون این که کسی که به امید شفاعت گناه میکند مثل اون کسی هست که به امید رسیدن به دکتر و درمان خودش را زخمی بکند. بگه حالا بیمارستان وجود داره، من خودم رو زخمی میکنم، دکترا به اصطلاح میدی که کارتو از این چیزام دارم، میرن تداوی میکنن. یا زهر رو بنوشد، بگه خب باشه زهر رو مینوشم، 3-0 رو زنگ میزنم، آمبولانس رو میخواهم که من رو ببرد به شفاخانه. این رو هر کس این کار رو بکند میگن این دیوانه است، این مجنون شده، این عاقل نیست. چرا کاری بکند که زیر تیغ جراحی قرار بگیرد؟ که چند دلیل دارد. اول اینکه شاید تا پیش دکتر نرسد، دوم اینکه وقتی برسد هم شاید مداوا نشود و زهر تمام وجودش کار کرده باشد. گناه هم همین طور هست، گناه مثل یک زهری است که تمام وجود انسان را از بین میبرد. حالا کسی که با امید شفاعت خدای نخواسته گناه بکند مثل این میماند. از کجا که اولا توفیق توبه پیدا بکند، چون گناه وقتی گناه کوچیک بود عادت میشه. اینها گناهان، حالا عرض میکنیم که گناهان صغیره بر اثر تکرار گناه کبیره میشه، یک وقت عادت میشه که دیگه اصلا ترک نمیتونه.
دوم که حالا عرض میکنیم که شفاعت هم از خود شرایط داره، یعنی ما در اون مرحله باید خودمان را برسانیم و اگر در اون مرحله نرسانیم امید شفاعت نیست، اصلا نمیرسیم و نزدیک اهل بیت عصمت و طهارت. Dear brothers and sisters, I'll talk about greater sins and smaller sins, and after that I want to talk about intercession or shafa'a. Abstain from the greater sins cause the lesser sins to be overlooked. If one avoids the greater sins, the lesser shall be overlooked. Allah the Almighty, by His grace, excuse the lesser sins, as it is mentioned in the following verse, the Holy Quran, chapter 4, Surah An-Nisa, verse number 31. If you shun the greater sins which you are forbidding, we will do away with your smaller sins and cause you to enter an honorable place of the eternity. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. The gates of paradise are open for the pious. The Holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam reported to have said, I swear by Allah in whose power of my life, there is not a single person who prays five times a day, fasts during the months of Ramadan, and abstains from sins, that the gate of paradise will be opened for him. After this, he recited the Quranic verse that I recited before. A person who commits greater sins and does not repent for it is a transgress. Pray of Salat is not allowed behind him. He cannot lead a prayer assembly. His testimony is unacceptable. After that, he is labeled for divine punishment. By the grace of Allah, that can make this possible is the intercession of Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam and his family alayhi wa salam. As the Holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam says in one of his tradition, my intercession has been kept for the sinful among my followers. He also said, my intercession is especially for the sinful once among my followers, but those who abstain from the greater sins for them. There is no accounting of deeds. That is, they won't be admitted to parties right away. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب الشاكرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك
وصل على علي امير المؤمنين وسير رسول رب العالمين عبدك واخي رسولك وحجتك على خلقك، وصل على الصديقه الطاهره فاطمه سيده نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمه وامامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه، وصل على ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي القائم، حججك على عبادك وملائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. عباد الله، اتقوا الله وكونوا من الدنيا على حذر، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. برادران، خدا همه شما را در خطبه دوم هم به تقوای الهی دعوت میکنم. گرچه بحثی را تا آماده کرده بودم راجع به ایام فاطمیه و همچنین روز حجاب که به سه زبان خیلی مشکل هست که ما در دقایق کوتاه بیان کنیم و از این صرف نظر میکنم، ولی این رو به عنوان یادگار خدمت شما به عرض میرسانم که تا جایی که شما با اهل بیت عصمت و طهارت خود را وصل کنید همونقدر به سعادت دنیا و آخرت میرسید. یکی از اونها ایام شهادت و ایام ولادت هست. ما در بین دو تا ایام فاطمیه قرار داریم و هفته بعد به اصطلاح روز شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. با شرکتتان در مجالس فاطمی، مخصوصا خانم ها ان شاء الله این مجالس روزخانی شان را دوباره برقرار بکنن و مجالس مشترک هم همه شرکت بکنند. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات. أستغفر الله لي ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.